صلاة و السلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد. آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين سيما مولانا ومقتدانا الكهف الحسين حجت الثاني عشر المهدي المنتظر روحي وروح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعن على أعدائهم ومخالفيهم ومخربي شريعتهم ومبغضيهم ومبغضي شيعتهم ومحبيهم من الآن إلى يوم الدين. چون تیر عشق جا به کمان بلا کند، چون تیرش جا به کمان بلا کند، اول نشست بر دل اهل بلا کند. تن پرور از کجا و تمنای وصل دوست، دردی ندارد او که طبیبش دوا کند. در حیرت خیر سرات که از شعر احباب رو به دام بلا مبتلا کند، اون را که نیست شور حسینی به سرزش با دوست که معامله کربلا کند. آماده باشید برای عرض ادب. السلام یا با عبدالله و علی الارواح التي حلت به فنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقی و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی
اصحاب الحسین، تقدیم به روح مقدس مولا الکونین و اصحاب عزیزش بلند صلوات خط کنید. مذهب امامیه یعنی ما، به ما میگن امامیه، یعنی ما دوازده امامی هستیم، رئیس مذهب ما هم امام صادق است. این مذهب بار است بر چهار کتاب: من لا یحضره الفقیه ابن بابوی رضوان خدا به روانش، شما هم که می روید حضرت عبدالعظیم حسنی ملزم کنید خودتون را به تربت این مرد بزرگ، عرض ادب کنید، بالا سرش هم دو رکعت نماز که خوندی هزار و یک مرتبه لا اله الا الله گفتی، ثوابش هم تقدیم شیخ کردی، و وقت هرچی بهت دادن با ما قسمت کن. این ابن بابوی که در اینجا خوابیده است شیخ صدوق است و صاحب خیلی تألیف که قریب 300 کتاب و همه از بین رفته، 18 تا یا 20 تا یکیشم در موزه لندن رفتن چند میلیون بخرن اون یارو نمیده. همین شیخی که کنار شما خوابیده بعد از هزار و خورده ای سال، یکی از کتابهاش ریشه مذهب امامیه و تشیع است، یکی از کتابها اصول کافیه مال محمد ابن یعقوب کلینیه رضوان خدا به روانش، دو تا از کتاب‌ها تهذیب و استبصار است مال شیخ طوسی که الان در جوار امیرالمومنین خوابیده است. این چهار تا کتاب ریشه مذهب شما هاست آقایان. هر کس سالی که راه راست شد به حیات ابد میرسد، یعنی مرگ براش نیست. آقایان جوانها، دخترهای تحصیل کرده، حالا که کسی به دادتو نمیرسه یه قدری اوقاتتو از مزخرفات تلویزیون و رادیو و بساطای خنده و این مجله هایی که کارشون برا خودشونه برای زندگی، یه ساعت خودتو بده به مکتب اعتقادت تا بفهمی چرا امروز دنیا خاک نشین حسین است، چرا ملت دل باخته هستیشونو تقدیم او کردن. بر تو دعا لازمه ابرا عقب بره روشن بشی، از دل مردگی بیرون بیایی، بهتون بر نخوره. ما همه با حیات حیوانیت داریم زندگی میکنیم، او میخوره منم میخورم، او تولید میکنه منم تولید میکنم، او چشم داره علف میبینه منم چشم دارم سفره میبینم، اما همون سراغ اون قدرت معنوی نرفتی که امروز برزخ را با دیده ظاهرت به تو نشون بدن
ببینی در کجا نشسته ای و حول حوش چه حقیقتی دست دراز کرده ای. حالا ملا ببخشید یه صلوات خط کنید. شیخ جعفر ششتری رضوان الله علیه در 100 سال پیش تو کتابهاش خصائص الحسینیه نوشته است که حالا برن سراغش تا بفهمن امام حسین کی بوده است. یکی از خصائصی که آورده بازار منبری ها بران برا مردم بگن مدهام نظمی که میخونن از این حساب بخونن دل مردم را تکون بدن، میگه هرچه آثار در آیات قرآن است، هرچه خواص در آیات قرآن است، یعنی قرآن هم دوای دردهای جسم است هم دوای دردهای روح است. قرآنی که آمده میخواد تا روز قیامت مردم رو هدایت کنه، میگه یه خاصیتش اینه که لفظش هم اثر داره. کشتی در تلاطم است میخواد غرق بشه، ناخدا اومده میگه برزی تو دریا تا دریا سبک بشه بروین، هرچی داشتن ریختن باز موج ولشون نکرد. یه جوان اهوازی لباش به هم خورد و فوت کرد به آب و موجها رفت عقب، دریا آرام گرفت، رسیدن اومدن پیشش گفتن چی خوندی؟ نمیگو. آخر یکی از رفقا در اهواز گفت اونی که خوندی کشتی آرام گرفت چی بود؟ گفت قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بزرگانی که عقب اسم اعظم میگردن امروز از این مجلس سوغات ببرن برای رفقاشون. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دو تا احد داره این سوره که پیغمبر فرمود یا علی مسئله تو مسئله قل هو الله احد است. اگر قل هو الله را یکی خوندی سلس قرآن را خوندی، دو تا خوندی دو سلس، سه تا خوندی همه قرآن را خونده ای. یا علی هر کس تو را به زبان دوست دارد سلس ایمان داره، هر کس تو را به قلب دوست داره دو سلس ایمان، هر کس تو را به عمل دوست داره همه ایمان. یعنی مردم همه ایمان پیش علیه. حالا شیخ جعفر ششتری میگه همون خواصی که از دولب معصوم برای قرآن ذکر شده است همش بار است به سید شهدا و اصحاب عزیزش و همینایی که حول و حوشش خوابیدن. مدرکم آورده خیلی هم بزرگ شیخ جعفر، هیچ ملایی هم تا حالا حریفش نشده است. میگه
و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. روشنه دیگه، قرآنه میگه این قرآن نازل شده است و شفا برای مؤمنه، ولا یزید الظالمین الا خسارا. یعنی یک آیه تو میخونی اما سر قبر مؤمن که میخونی رحمت است، سر قبر غیر معتقد عذابه. این حقیقت در تربت امام حسینم هست. یعنی چی؟ یعنی همون طوری که سر قبر رضا شاه یه قاری رفته بود قرآن بخونه، میگفت نصف شب خوابم برد اومد، چنون پاشو زد خودش بلند شو برو، تو هر آیهی که میخونی عذاب من زیاد میشه، نمیخوا آیه خونی. اما وقتی یاسین را میبری قبرستان شیعه، امام میفرماید یه یاسین رحمت است برای تمام مردم قبرستان، نه یه آیت الکرسی بخونی همه مرده هایی که ابن باب به حضرت عبدالعظیم کجا امام زاده عبدالله همه از این آیت الکرسی فیض میبرن. آخرش میگه ولا یزید الظالمین الا خسارا. در تربت امام حسین میگه نمیخواد بری کربلا از اون جا خاک برداری، اما اگر یک کیسه خاک از تهران بار کنی ببری کربلا، یه شب سر قبر حسین بمانه بیرون بیاری، اونم تربته. هر حکمی برا قرآنه برا اونم هست. مگه چه خبره در این فضا؟ بگه چشماتو باز کن، حسین حیات محض است، زندگی محض است، هر موجودی سراغ او نزدیک او بره این خاصیت رو داره. صاحب عروت الوثقا برید سراغش، حسد محمد کاظم میگه خاک از هر کجا تو حرم بره بیاد بیرون تربته، یعنی مرده را زنده میکنه، شفا میده. حالا این شیخ طوسی که برات اسمشو بردن، یک کتاب داره امالی، هزار و خورده ای سالم هزارش از که ورسال گرفتن در مشهد، هزاره شیخ طوسی آیت الله آمیرز خلیل کمره‌ای انتخاب شد برای سخنرانی، که این مردم کسی نشناخت، مرد. یکی از کتاباش 72 تن 1 تن عنصر شجاعت، که آیت الله خونساری شب بالا سرش که حرف زدم فردا پیغام داد که اینهایی که تقسیم گفتم در کتاب عنصر شجاعت تقسیم کرده شهدار کار نداری. اونجا شیخ طوسی در امالی میگه توی مسجد پیغمبر دو تا با هم نشسته بودن حرف می زدن، من استراق سم می کردم، او یکی به این یکی گفت چه می گویی در تربت حسین ابن علی؟ گفت این را می گم که یک مرضی داشتم چه درد آنی مرا ول نمی کرد، یعنی فجع درونی، نه خوابم می برد نه در بیداری راحت بودم. یه زنی از اهل کوفه، ای همسایه ما بود، سلمه اسمش بود، آمد پیش من گفت تو که هنوزم درد داری؟
گفتم چه کنم چه کنم؟ گفت میخوای خوبت کنم؟ گفتم آرزوم اینه. فردا آمد یا رفت و برگشت، یه لیوان آب به من داد، گفت بخور. خوردن همان، دردم رفتن همان. آی خوابم بود. فردا که آمد گفتم سلمه تو را به خدا، تو را به پیغمبر قسمت میدم، چی بود به من دادی؟ یه تسبیح تربت دستش رو قدیمی ها، تسبیحشون هم تربت بپره که ذکر با تربت خیلی 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 حساب عدد داره. گفتم که یه دونه از این انداختم تو آب خوردی؟ گفتم چی چیزه؟ گفت این خاک قبر حسین است. رافضیه، تو با این خاک معالجه کردی منو؟ یه وقت دیدم که غضب کرد، سلمه خانم پشتشو کرد به من، از در رفت بیرون. دردم اومد اشد از درد اول. خدا و پیغمبرش میفرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. که قرآن و حدیث کنی، خدا و پیغمبرش میگه تو رحمتی برای تمام عالم. مظهر رحمتش هم حسین است. یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه. چیکار کردن به ما؟ چرا ما رو لگد کردن؟ اگه ما چه کرده بودیم با این مردم؟ درسته؟ مولا محسن فیض تو کتاباش یه کتاب انصاف نوشته، میگه این ملتی که بت با دست درست میکنن سجده میکنن، اینا لایق علی نیستن. به بی حرفو مولا محسن فیض میگه مغزی که چوب بتراشه جلوش سجده کنه بعدن هم زمستون بسوزونه گرم بشه، این فهم علی شناسی نداره. ما از اینا توقع نداریم. چه بگم بچه؟ در این امالی شیخ صدوق اونجا میگه یه دکتر نصرانی آمد پیش یکی از بزرگانی که حول و حوش هارون بود، گفت تو را قسم میدم به دینت و به پیغمبرت، این بقعه ای که اطراف کوفه میرید زیارت میکنین از اصحاب پیغمبره؟ گفتم نه، این پسر دختر پیغمبر از حسین ابن علی است. چی تو؟ که آخر من یه قصه ای دارم. چه قصه ای داری؟ میگه یکی از وزرای هارون مریض شده، نوکر هارون اومد منو ببره بالا سرش. وقتی رفتم بالا سرش دیدم تش گذاشته، هی استفراغ میکنه خون خون. بغلی به نوکرش گفت که آزاری نداره؟ گفت نه سالم بود، نمیدونیم چه دو شده. حالا میگه النار النار، سوختن سوختن. حالا قصر و تخت و کنیز و غلام، این وزیره دیگه. یکی بغل دستش نشسته بود، به من گفت آقای دکتر. یکی از بنی هاشم اینجا نشسته بود، گفتگوی امام حسین آمد جلو، پسر دختر پیغمبر. این آقا که داره میگه سوختن، گفت رافضی ها در بارش قلو دارن،
من جمله میگن خاک شفای هر دردی است. ای بنی هاشمی گفتش درسته، خاک حسین شفاست، برای که برابر شهادتش خدا سه چیز به او داده: شفا در تربتش، اجابت دعا تحت قبهش، امام هم از نسلش ابوالائمه حسین است. برای این شهادت خدا چه چیز به اون داده؟ من خودم، حالا کی؟ ای بنی هاشمی میگه، ای سید میگه من خودم مریض شدم، همه دکترها جوابم دادن، یکی گفت با تربت، من گرفتم تربت را خوردم آنن درد رفت. ای که اینجا داره خون استفراغ میکنه، گفتش که این نگاه که و الان از اون خاک پیکته؟ گفتم آره. و بده ببینم، دست کرد جیبشو یه خورده از تربت داد به این وزیر هارون، اینم گذاشت تو دوبارش. رو مسخره، استهزا، آی سینه زنا، آی کسانی که زلفتون با امام حسین گره خورده، همچی که دست بالا میکنی مورد نظر امام زمانی، بگو آقا مرا از این در خونه جای دیگه حواله نکن. میگه بردن در دوباره همان، گفت سوختم، انار انار تش بیارید. هی او بر نوکره آمد که های دکتر چاره ای هست؟ گفتم برو یه شم روشن کن تو تشت نگاه کنم. این نصرانی میگه آقا من نگاه کردم دیدم ریه و تهال و هر چه اندرونه اومده بالا، گفتم چاره اینی به یک استهزا نسبت به این عظمت و به این اکسیر و به این کیمیا، از حالا تا یه سال دیگه همه منبری ها و علما و پیش نماز ها حول و حوش تربت برای شما حرف بزند بازم هست. اما شیعه کارش به جایی برسه که یک فراری از مکتب یهود بیاره جلو جوونا بگه این هم خاک، این هم خاک، چه فرقی دارد؟ این زخمی از خارج خورد، اما برو ای دشمن، این دام بر مرغ دیگر نه، ای رو به حق برو سر جات بشین. اینقدر این ملت پا برهنه زیر لطف حضرت مهدی برای این مجالس عزا قرصن که هر چه تبلیغ بکنی تو سر خودت میخوره. من روز اول به رفقا گفتم منتظر نباشید که من منظم براتون حرف بزنم و ورود و خوری، نه، من گفتم این چند روزه ای که میایید سر سفره آقا می نشینید دست خالی نروید، همم ذات اولیتون درست است. یعنی امام فرمود شیعیان ما جانشون از فطرت ما خلق شده است، ظاهرشون آلوده میشه اما از ما پاره نمیشه، پیش ما هستن و ما اونها رو حفظ میکنیم. کی بلند صلوات میفرسه؟ یه جوانی دیشب گفتش که چرا از زیارت ناحیه نمیخونی؟ گفتم روز عاشورا میخون. گفت نه، هر عبارتش را یه روز برای مردم بخون،
که مردم بدونن روزه خان داره امام حسین مثل امام زمان روزه خان است. روزه خان. بله 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 بله، ما روزه خان، اول روزه خان خداست که برای آدم روزه حسین میخوانه. اول روزه خان جبرئیل است، روزه حسین میخواند. چه میگویی تو؟ همه تون روزه خان باش. یکی از عبارات آقا امام زمان این است در ناحیه: السلام علیکم یا خیر انصار. حضرت مهدی خطاب به اونا که حول امام حسین خوابیدن، السلام علیکم یا خیر انصار، یعنی از اول خلقت هر پیغمبری یار داشت شما بالاتر اونا هست، بهتر از شما ناصری دین خدا نداشته و ندارد. آهای مردم، امام زمان میفرماید شما خیر انصاری، حتی انصار پیغمبرم به اینا نمیرسن، از سابقین نرسیدن، از لاحقینم تا روز قیامت نمیرسن. مردم اگه دیدید یه غلام سیاه کنار آقا خوابیده، نگو غلام سیاست. وقتی اومد اذن بگیره آقا اذنش نداد، فرمود تو پیش ما خیلی خدمت کرده، آزادت کردم. گو یعنی میگی رنگم سیاست؟ یعنی میگه غلامم، نسبی ندارم؟ یعنی میگی بویم بده، بوی خوش ندارم؟ چنون حسین را تکون داد، نگرش داشت. آی جوونا، همون عملی که با صورت علی اکبر انجام داد به صورت غلام انجام داد، سرشو بالا کرد، گفت اللهم طیب ریحا. امام حسین داره دعا میکنه، خدایا بویش را خوش کن، خدایا رنگش را نورانی کن. وقتی اومدن بلندش کنن سیاه نبود، سفید بود. وقتی اومدن بالا سرش دیدن منطقه قتلگاه معطر است از این غلام سیاه. زنای بالا، زن هم کنار 72 تن خوابیده است الان تر و تازه. گلدسته امام حسین چون کربلا مرتوبیه، تکون خورد. تا تکون خورد معمارا رو خبر کردن، چوب بست زدن که زیرشو بتون آرمه بکنن، رفتن پایین. آخر اینجا که شما میروید و انشالله نرفتید، خدا روزیتون کنن. دو تا تاق داره، یه تاق اینجاست که میرن زریح رو میبوسن، زیر این بقعه باز تاقه، او وقت زیر تاق دویم قبرها و مدفن. امام چهارم دستور داد به بنی اسد که چوبا را اره کنید، چون یه مربع مستطیل کندن همه رو بغل هم خوابوندن، غیر از علی اکبر که پایین پای آغاز، حبیبم دم قتلگاه، همه بغل هم 72 تن. مردم، معمار وقتی رفت براهین بنا کرد، خودش رو زدن آوردنش بالا، گفت بیایید، کلیددار رو صدا زد، حکومت رو صدا زد،
گفت بعد از 1000 خورده سال همون چوبهایی که روی تاق ریخته ان خوش نشده، رطوبت اونا رو نپسونده، یعنی حیات شهید به این چوب جماد هم خودش رو نشون میده تا روز قیامت هم. اینها ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء انتن، خودشون زندن، اطرافیاشون هم زندن، اونام که ملحق است به اونا زندن. مردم این عقیده ماست در باره مولامون و اطرافیانشون. می فرماید السلام علیکم یا خیر انصار، یکی از اون کسانی که اینجا خوابیده تازه عروس مسیحی بوده است، زن عبدالله. مردم این جوان توی راه با زن و مادرش اومدن برای گردش، تازه عروس دیگه، اونم تازه داماده، برید مقطع رو نگاه کنی. وقت حرکت کردن تو صحرا نشستند و پسرم رفته آب بیاره دم چشمه یا کنار اونجا که آبه، خوردن به طور رحمت. اون حسینی که عبیدالله الرجوفی رو دعوت کرد، گفت اومدم بیرون نه با تو باشم نه بر تو، حالا که اومدی اسبر سوار شو، آقا روشو برگردون رفت. نطفه پاک بباید که شود قابل فیض، ورنه هر سنگ و گلی لولو و مرجان نشود. وقت باید وهب ابن عبدالله کلبی جوان جذبه سنخیت بکشدش به طرف آقا. مادره نشسته، عروسم تو خیمه. یه مرتبه آقا با اسبش آمد، سیفه بلند شد، فرموندی خیمه مال کیه؟ گفت از وهب ابن عبدالله کلبی از کوفه آمدیم برای گردشون. گفت پسرت کجا رفته؟ عرض کرد رفته آب اینجانی آب بیاره. فرمود وقتی آمد بهش بگو حسین آمده است. خوابی هم که دیشب دیدی این خوابه، من دارم میرم به کوفه، خودتو به من برتامی. آقا رفت به قافله، چون بیشتر اوقات حضرت گای عقب قافله را میرن گای جلو، سرپرست زنها و بچه ها خود آقا بود. وهب رسید مشک آب روی اسب، دید که آب داره میاد. گفت مادر من که رفتم اینجا خوش بود. گفت تو که رفتی حسین آمد، پسر فاطمه سراغتم گره. گفتم رفته آب بیاره، سر نیزه رو فرو کرد توی خاک، سر نیزه اومد بالا، چشمه آب جاری شد. گفت کجا رفت؟ گفت داره میره رو به کوفه. صبر نکرد، جمع کرد میخانه کشید، شطور را خوابون همه را بعد، مادر و زنش هم سوار کرد. بعد از چند ساعت خودشو به آقا رسون، زانوی آقا را بوسید، اسلام آورد، مادرم مسلمان شد، عروسم مسلمان شد، یعنی قطره جدا ملحق شد به دریای رحمت. بودن 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 توی خیمه ها، یه وقت مادر وهب آمد بالا سر وهب. گفت وهب، وهب مگه نمیخوای من شیر ما حلالت کنم؟ گفت چی شده؟ گفت نمیبینی حسین غریبه؟ گوشت کره؟
هی میگه حل من ناصرن ینصرنی. یالا بلند شو، ابو حرکت داد گفت مادر بذار برم این دختر مردم اومده خونه من باش ودا کنم. گفت جوونه میترسم دومن تو بگیره نگذاره بری، برو مانه این. گفت حریف من نمیشه. وقتی وارد خیمه عروس میشه نوشتن، سلام کرد و دید عروس سرشو بالا نمی کنه. گفت چته؟ اگر تشنهی همه تشنن، منطقه جنگ سرتو بلند. گفت نه برای تشنگیم نیست. گفت برای چیه؟ گفت هی از صبح تالا از روزنه خیمه نگاه می کنم ببینم کی بدن تو رو میارن. و منو سرفراز کن. عجب، امام حسین چه کار کرده ای تو؟ چه دلهایی را مهار کرده ای؟ ای امام حسین، به حق خواهرت زینب امشب دل ما را هم به سوی خود بکش. التماس دعا از همه تو. نوشتن بعد از علی اکبر شمشیری که این وهب زده تاریخ ثبت کرده است. چه شمشیری زد و چطور جنگ کرد و مادرم سر بلندی هی لبخند میزنه آفرین آفرین آفرین، هی بر میگرده به آقا نگاه میکنه. یعنی همه رو براکنده کرد، اومد پیش مادر. گفت مادر خوشت اومد، از من راضی شدی؟ گفت آره مادر، اما وقتی راضی میشم که سر بریده جلو پام باشه. به اینجا بله یه درسه. همی جوری که مادر نگاه میکرد و گفت وهب شیرم حلالت، یه وقتی سر مثل گو افتاد جلو پاش، نگاهی کرد و سر رو بلند کرد جلو امام حسین، ای ابروهاشو بوزید، گفت وهب حالا از تو راضی شدم، حالا شیرم حلالت. عروس آمد خودشو انداخت روی قامت داماد، غلام شمر آمد عمود زد عروس رو روی بدن کش. مادر دیگه بیتاقت شد، شمشیرم نداره، چوب خیمه را کشید و رجز خوند و رب بره میدون. آقا امام حسین حاضر، کجا؟ گفت آقا پسر رفت، عروس رفت، منم میخوام برم. فرمود بسته دو تا جوون داده ای قبل، برو تو خیمت. به امر آقا رفت تو خیمه. حالا نه داماده نه عروسه. امام حسین چیکار کرد؟ نوشتن امام حسین آمد خیمه زینب، فرمود خواهر زنها رو جمع کن، این زن داغ دیده. نبشدن حضرت زینب زنها رو حرکت داد،
همینطور که این مادر تنها تو خیمه نشسته است، پرده رو انداخته که من عزادارم، پرده عقب رفت، بی بی وارد شد، زنها دنبالش نشستن دور این زن، به رسم خودشون بنا کردن لط زدن، یعنی زن داغ دیده را اینطوری تسلیت دادن. اما یه کتاب دیدم نوشته بود همینطوری که دور این زن نشسته بودن، دیدن صدا امام حسین از پشت خیمه مادر وهب میاد، فرمود خواهر زینب عوض منم تسلیتش بده. حالیتونه؟ حالیتونه؟ وسط منطقه جنگ بدنها همه افتاده است، یک عمل مستحب از امام حسین فوت نشده است. مردم حالا بچهش تب میکنه، میگه من دیگه نماز نمیخونم، دو ساعت دیر به نون میرسه، ولش کن دین را، بار عقب کارت، صاحب تو و رب ارنی، این چه تمناز، با دیده خود بین نتوان دید خدا را، بیا اینجا تماشا کن. یعنی هر کس دنبال حسین است پابند به مکتب و سنت جد حسین باید باش. خواشه میخوای چی بگی؟ میخوام بگم زنی که داغ دیده سیلی بش نزنی. زن داغ دیده را تازیانه نزنی. زنای بالا، من پرده کشیدم که کسی شما را نبینه، اما نگفتم سیلی به صورت نزنید. انقدر زینب را زدن، جوون از دست داده نزنی. سادات بچه سید را آخر سکینه بلند شد، گفت بابا کشتن همه ما.